مرد جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و یاران همیشگی برنامه یاد یاران. مثل همیشه آرزو میکنم در هر کجای جهان هستید سلامت و تندرست باشید. ایام نوروز 1397 رو به شما در هر کجا هستید تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در سال جدید در تمام مملکت ما و دیگر نقاط جهان صلح و امنیت و رفاه باشه برای همه ملت‌های جهان. در ابتدای سال 97 میخوام از یک خواننده بسیار خوش‌صدا دعوت بکنم که سال گذشته در خدمتشون بودیم و میدونم که شما خیلی خوشحال میشید. جناب آقای ایرج مهدیان به افتخارش دست بزنه در منزل تا تشریف بیارن. بفرست. سلام عرض میکنم. عیدتون مبارک. آقا ما نمیخوایم باش بدیم به ما. یه دم در بینندگان عزیز ببخشید. سالتون مبارک. با تشکر از شما جناب گل همیشه کارتون بسیار بسیار عالی و تقریبا میخوام بگم خیلی از من روزا شما براشون کاری انجام میدید با حس میشین که این هنرمندان در خاطر عزیزان من مهربانا برم خدمت شما عزیزان درود فرستم و از صمیم قلبم رسیدن بهار قشنگ رو نوروز باستانی که ریشه در تاریخ 8000 سال با شما سر یه سفره نشستیم که نوروز رو شروع کنیم عزیزان من با آرزوی قلبی که امسال سال 97 سال پربار سالی پر از شادی سالی پر از انعطافی باشه که شما دوست دارین عزیزان و در تمام مدت سال آینده گوشه قلبتون کوچکترین غمی نباشه. همتون رو دوست دارم و واقعا خوشحالم که الان آقای امیر دوباره از من خواستم از طریق این دوربین بیام سر سفره مهربانی شما شم. خیلی دوستون دارم خیلی دوستون دارم. چه آرزوی قشنگی واقعا چه آرزوی قشنگی. ما مانند جناب آقای مهدیان آرزو میکنیم در سال 97 سلامتی و تندرستی و آرامش برای شما باشه در هر کجای جهان هستید. خب خیلی خوشحالیم که در ابتدای سال 97 مجددا در معذرتون هستیم و میتونیم که گفتگوی رو با شما داشته باشیم در سال جدید و نوید رو بدیم که جناب آقای مهدیان براتون برنامه جا خواهند کرد به اتفاق هنرمندانی که به نوبت میان و در کنارشون هستیم. آقای مهدیان شما در سال 96 بعد از 4 دهه که از هنرنمایی شما گذشت و کاری رو ضبط نکرده بودیم که یک کار بسیار زیبا به نام تنهایی اجرا کرد. بله. و مورد استقبال مشتاقان خودتون قرار گرفت. من فکر می‌کنم خوشبختانه مثل همیشه خب صدای شما کاملا مشخص جزء صدایی است که تا سال‌های سال انسان در ذهنش مرور می‌کنه و نمی‌شه. شما برای اینکه شما زحمت کشیدین و فرستادین رو آنتنای تلویزیونی که ببینن دوستان زنده باشید. حالا اول شما بعد بشید. قربون شما برم. حداقل کاری که ما تونستیم بکنیم همین بوده. سپاس دارم از شما. خب این کار اجرا شد. حالا یک بار یه توضیح بدین که آهنگسازش کی بود؟ شعر از چه شخصیتی بود و این لااقل در سال 97 هم این نویدو به مشتاقان خودتون بدین که در این سال عیدی بهشون بدین. قربون محبتتون. اجازه بدین به خاطر که ما امروز در یه مجموعی دور هم بودیم که عزیزی که من خیلی بهشون احترام میذارم و آقای امینی هم حتما دوستشون دارم ما اومدیم عیدیدنی خونه شون دیدیم سفره هفت‌سین قشنگ گفتیم خب یه برنامه هم بودیم بله واقعا آقای گلشن بسیار نازنینم بازم آقای امینی از شما تشکر دارم همه اینا دیگه شما دارین کارا میکنیم خب آقای مهدیان اگه اجازه بدیم ما بخشی از این کلیپ رو ببینیم مجدداً و برگردیم در خدمتتون اگه شما حضور ذهن دارین که دکلمو کنید این مقدارشو خیلی سپاسگزارم امیدوارم بتونم دیگه حتی سمونم با دلم راه نمیاد دیگه بارونم واسه این دل تنها نمیاد دل من شکسته مثل دل تشنه کوی گرد و خاک روزگارو بیا از دلم بگیر
دیگه حتی آسمونم با دلم را نمیاد، دیگه بارونم واسه این دل تنها نمیاد. دل من شکسته مثل دل تشنه کوی، گرد و خاک روزگارو بیا از دلم بگیر. از خیال من یه لحظه بیرون نمیره، خود تویی بغضی که با خاطره راه گلوما میگیره، خود تویی. حالا که ندارم واسه یکی ببارم، وقتی نیستی سرم رو دوش کی بذارم، حالا که ندارم زندگیم رفته به بار، دیگه حتی سایم کنار من راه نمیاد. عکس یه جاده نشسته میونه قاب چشما، به کی میسپاری منو میونه خستگی، به کی میسپاری منو میونه خستگی، به کی میسپاری منو میونه خستگی. حالا که ندارم واسه یکی ببارم، وقتی نیستی سرم رو دوش کی بذارم، حالا که ندارم زندگی رفته به بار، دیگه حتی سایم کنار من راه نمیاد. حالا که ندارم واسه یکی ببارم، وقتی نیستی سرم رو دوش کی بذارم، حالا که ندارم زندگیم رفته به بار، دیگه حتی سایم کنار من را. خب بینندگان عزیز، توجه فرمودید به این کلیپ بسیار زیبا که خودشون توضیح دادن تنها بود و شعرش هم میتونید بگین از کیه؟ آقای اسماعیل پور. اسماعیل زاده. بله. آهنگ هم از آقای مسعود تدعی. واقعا این جوان خیلی هنرمنده. هر دو تاشون هم اون ترانه ساز خیلی خوبی هست و هم این آهنگ ساز خیلی خوبه. خب حق مطلب رو در مورد صدای شما ادا کردن. طبیعی است صدا به زیبایی هم باید آهنگسازی باشه، شعری باشه که شما همچنان خودتون میپسندید مثل کاری گذاشتن. خیلی تشکر میکنم. خب حالا ما در این ابتدای سال 97 مایلیم که از یک چهره سینمایی یاد بکنیم و این چهره سینمایی سال هاست که
قبل از انقلاب کار کردم توسط استاد مصطفی صدای وحدت در فیلمی بازی کردن به نام ماجرای شب جانتیه و چه خوش درخشیدن در ابتدای کارشون و بعدم که کارگردانان به سراغشون اومدن و کارهای زیبایی رو با استاد ناصر ملک‌پوتی و دیگر عزیزان که خودشون بیشتر توضیح خواهند داد دعوت بکنیم از سرکار خانم شیدا. موافق هستین؟ من خیلی خیلی خوشحالم به خاطر اینکه واقعا یکی از طرفدارای فیلمایی که بازی کردن کارم شیدا هستم و اولین فیلمی که ازش دیدم ماجرای جانویه که گفتین شما بسیار بسیار زیبا درخشیدن و خود فیلم های بعدی هم که برم در این حال الان خاطره از عزیزان که به خاطر اینکه ما دور همی هستیم اینجا و این واقعا ستاره به تمام معنا خوشحالم که در معیتشون هستم و نوروز رو با همدیگه به شما تبریک. شما باید اول بگو در شانجون باید رو میکشمت چشم بگم در الهی دومی در اول خدا دخترم وقتشون رو سر دخترم چی آوردی؟ والا من تقصیر ندارم. تو تقصیر نداری؟ تمام تقصیرات گردن تو دخترم رو بیچاره کردی. خود دارم این رو گفتی من یا حرف بزن به سر دخترم چی آوردی؟ بگو تو حرف بزن به سر دخترم چی آوردی؟ عجیب عجیب خفت میکنم یلا بگو بیش شرم حرف بزن و اینا خفت میکنم اقلا قلوم رو بکنم تا بتونم حرف بزنم تو همه کی بلده میکنم بگو حرف بزن چرا آمن و شرف من رو لکه دار کردی ها؟ حرف بزن بدر بلش کن چرا میزنیش بدر سلام عرض میکنم سال نوتون مبارک بفرمید خواهش میکنم بفرمید خیلی خوش آمدید خانم شیلای عزیز سال نو رو بهتون تبریک عرض میکنیم و خیلی خوشحالیم که بعد از مدتی که در محضر شما نبودیم شما رو میبینیم در ابتدای سال 97 اگر سلام علیکی با مشتاقان خودتون دارید بفرمایید که با گفتگو رو شروع کنیم بفرمایید خیلی متشکرم جناب امینی من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بیننده های خوب که الان این برنامه بسیار زیبای شما که بسیار برنامه پربار و دوست داشتنی هست واقعا دستتون درد نکنه جناب امین دست مریضات بهتون میگم همه برنامهاتون بسیار جذاب و پربار بوده من به سهم خودم متشکرم عید سال 97 رو به همه هموطنانم هر کجای این دنیا قرار دارن تبریک میگم آرزوی موفقیت، سلامتی، تندرستی و شادی برای همه با همه دارم خیلی متشکرم از شما که من رو هم دعوت کردید تو این برنامه خوبتون به خصوص که امروز جناب ایرج مهدیان رو به خواننده بسیار خوب دوست داشتنی مردمی و تکرار نشدنی رو اینجا من افتخار داشتم که در حضورشون باشم افتخار من نخونشید زنده باشید خودم شخصا صدای ایشون رو بسیار بسیار دوست دارم و انشالله که همیشه سلامت و برقرار باشن و واقعا خیلی خوشحالم از شما متشکرم که من رو هم دعوت کردید تو برنامه خودتون قربون شما تشکر میکنم منم تشکر شما صحبتی دارین من فکر میکنم آقای امیر بخاطری که تدایی بشه برای عزیزانی که میخوان شیوای عزیز ببینن تیکی تیک از فیلماشون رو بزنید حتما هم باید شما عزیز من افتخار برای من خانم شیوا باور کنم عین با قلبا دارم میگم تمام فیلماتون رو دیدم اتفاقا قبل از اینکه بیام یکی از این کانال های فکر کنم یا آقای دشتی‌زاده یا دیگر نکنم فیلم شیر فروش بود مثل اینکه شاید پاسکی چون آقای وحدت جاشون خالیه واقعا شیر میفروختن برای اینکه شیر فروش خالی بسیار استاد هنرمندی هستن و چقدر چشم تیزبینی داشتن بله گفتم تشخیصشون در واقع هنر رو میشناختن گلای هنر رو بله در اولین کار واقعا خیلی تبریک بهتون میگیم آیا همینم سپاسگزار از همینم من میتونم شما که دیگه هر کار میخواین زنده باشین خب شما در سال 48 بود اگه اشتباه نکنم اون کار انجام دادید درسته؟ درسته خب میشه توضیح بدین اگر مایل هستین که چگونه شد که وارد این کار سینما شدین؟ بله خواهش میکنم من خیلی مختصر بگم که
برحال خیلی وقت دوستان رو نگیرم. من به طور تصادفی و اتفاقی وارد استودیو آقای وحدت شدم به اتفاق یکی از دوستانم که ایشون اصلا برای بازیگری رفته بودن. درخواستی داده بودن آقای وحدت که هنر پیشه قبول میکنن، رفته بودین به اتفاق؟ بله، من به اتفاق ایشون رفتم که شخصا آقای وحدت رو از نزدیک ببینم. بعد حالا ایشون رو به هر حال به خاطر یه سری مسائل قبول نکردن و گفتن یه سری کارا رو باید رفع اون معایب بکنن. بعد از من سوال کردن که شما چند سالته؟ من گفتم 15 سالم، که ایشون گفتن ای بابا هنوز سنت قانونی هم نشده. بعد دوست داری بازیگر بشی؟ خب من با این کلمه خیلی آشنا نبودم، چون درستا تو خانواده که مقدار بسته‌ای زندگی میکردم. ولی خب با راهنمایی‌های آقای وحدت، صحبتایی که کردن، زحماتی که کشیدن، من خیلی خوشم اومد و به سینما رو آوردم و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم. از اینجا خدمت آقای وحدت سلام عرض میکنم، عید رو تبریک میگم به ایشون و خانواده محترمشون، آرزوی سلامتی دارم براشون، انشالله که همیشه برقرار. نزدیک صبح و هوا داره روشن میشه غیرتی شدی، حالا که دخترت صحیح و سالم به خونه برگشتی رگ پدریت به جوش اومدی. پدر تو بدترین پدرها هستی، به خاطر کتک هایی که به این بیچاره زدی هیچ وقت نمیبخشی، هیچ وقت پدر. به عوض اینکه این مرد من از چنگال یه مش گرگ نجات دادی، داری حق و زحمشو میدی. برای اینکه نظر شرافت دختریت لکه دار بشه داری بهش پاداش میدی. مهم نیست اینو خانم، من امشب به خاطر شما چند بار پاداش گرفتم، اما این دم صحبیه از همه چرخته بود. فقط خوشحالم کتکه رو که سر شبتالا روش جون کردم اقلن باعث شد آبروی خانوادگی شما حفظ بشه. دخترم راست میگه، هیچ صدمه ای به تو نرسیده؟ نه نه بابه، دخترم همه چیز رو برام تعریف کرده، سالمه سالمه. فقط منم که جای سالم برام باقی نمونده. خدا رو شکر. دخترم همش ترسیده ما، مطمئن باش دیگه هیچ وقت تو رو تنها نمیذاره. تو که میدونی ما اهل اینجور مجلس هم نبودیم، مادرت روی از که چشم هم چشمی اصرار کرد. قول میدم این اولین و آخرین دفعه باشه، فقط دلم میخواد من و مادرتو ببخشی. پدر این خواهشو باید از اون مرد بکنی، اونی که باید شما رو ببخشی. پدر اون رفته، تو نباید این کتک رو بهش میزدی، تو دلش رو شکست، باید اونو پیدا کنی، باید پیداش کنی ازش معذرت. روشن میشه با این شب پرماجرا به پایان میرسه، صبح میرم هر کجا هست پیداش میکنم و برای تسلی دل تو جلو پاش به زانو میفتم. بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت استاد نصرت الله وحدت، یادگار سینما تئاتر ایران. خب شما در اون کار انجام دادین، یادآوری میکنم که فیلم ماجرای شب ژانویه اگر خاطرتون باشد بخشش رو میبینید که داره برف میاد، اون صحنه پایانی که فیلم تموم میشه، اون برف برف عادی و طبیعی نیست، که برف مصنوعیه. یک سال و سال وحدت نه خود وحدت هم این لو داده، ما هم لو میدیم. یک سال منتظر بودن آقای وحدت که برف بیاد، برف نیومد و با مقداری هزینه از آلمان برف مصنوعی وارد کردن و اون تصاویری که شما می‌بینید به عنوان برف‌های سنگ مصنوعی، خود شما بهتر می‌تونید توضیح بدید، درسته؟ بله، دقیقاً همونطور که شما می‌فرمایید بوده، برف مصنوعی بود و با توجه به اینکه این امکانات فعلی اصلاً به هیچ عنوان نبود، بسیار سخت همه کارا خیلی سخت انجام می‌شد، ولی به نظر من با کیفیت خیلی خیلی بالا و ماندگاری خیلی زیاد. فیلم رنگی
بله. فیلم رنگی تولید شده بود ولی این در جمعه خودش بسیار کار بسیار زیبایی بود. خیلی زحمت کشیدن و این برف ها همه مصنوعی بود اما فوق العاده به صورت طبیعی بله. و خیلی جالب بود که برحال همه دوست داشتن. تا میکروفون دستون رو فرمه که کار بعدیتون با آی وحدت یا آی بعد از آی وحدت با چه افرادی بود؟ چه فیلم؟ بله. مورید حق رو میدونم که کار بله. کارهایی که داشتم با آقای وحدت زندگی بارونه بود، عجله معلق و نوبر اصفهان، شاهر پاستوریزه و مورید حق رو داشتم با آقای ناصر ملک مطیع. اعجوبه ها رو داشتم با آقای صف، آقای محمد متوسلانی، آقای متوسلانی بودن، سپر گرشا بله که به کارگردانی آقای رضا صفایی بله و با آقای خاچکیان داشتم قصه شب یلدا. قصه شب یلدا بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب، حالا بحثت در طول دوران هنریتون حتما خاطرات خوشی هم در ذهنتون مونده که همیشه براتون تداعی میشه. خاطره خوشی میشه تعریف کنید در سال جدید و مردم میخوان یه مقداری شاد باشن به ویژه با خاطرات شما؟ جناب امینی، من همیشه گفتم خب به هر حال همه با اون خاطراتی که دارن زندگی میکنن، همیشه هست خاطرات توی برنامه های به خصوص حالا توی فیلم برداری رو بگم، کاری که داشتیم خاطرات خیلی زیاده، همیشه همه خوب بوده در کنار دوستان و خیلی همیشه خوب بوده. من نمیدونم کدوم یکیشو بگم ولی به هر حال این رو هم همیشه گفتم چون برای من بسیار ماندگار هست، بسیار جالبه، فقط بیشتر به لحاظ یادی بشه از جناب مرحوم انعام صدر، خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد. و بسیار برای من خاطر انگیز بود. یک صحنه ای داشت شوهر پاستوریزه که اون دختر رو به هر حال باید می بردن به نامزدش برسونن و شکنجه به اصطلاح از این طرف خط می دادن که پدرش که اونور خط بود فکر کنن که واقعا این واقعی داره شکنجه می بینه. که توی این راستا هم آقای ارهام صدر زدن تو پیشونی من. خب اونجا البته یه مقداری مشخصه که خودشونم خندشون گرفته بودن که یه هفته این فیلم برداری تعطیل شد چون من پیشونی یه کمی ورم کردم. یعنی بهترین خاطر من خواستم اینجا یادی بشه از مرحوم ارهام صدر، روحشون شاد. شما به آخرین کارتون کدوم فیلم بود و در چه سالی دیگه سینما رو ترک کردین؟ به قول معروف بوسیدین یا وادار شدین که ببوسین رو بذارین کنار؟ بله، من آخرین کارم اعجوبه ها بود که در سال 49 بله برداشت سال 49 بود که دیگه از اون به بعد میگم همیشه با این مسئله همیشه یادآوری کردم. واقعا متاسفم که از سینما مجبور شدم که کناره گیری کردم. خودتون فیلماتون دارین؟ بله دارم. کی به شما داده فیلمات؟ شما آقای صدا دارین چون قطع شد. خب در سال حالا یه گذری بزنیم به سال 96، شما قرمز پوشیدی به دلیل که پیروزی برنده شد در پارسال توی دربی؟ یعنی که نه همینطور اتفاقی است؟ والا من اتفاقی ولی خب خیلی خوشحالم، من از پیروزی ها خیلی خوشحال میشم. همه دوست دارم که همیشه همینجا خوبی باشه، شادی باشه، خوشحال میشم ولی نه همینطور اتفاقی. بله بسیار خوب. خب سوتفاهم نشه، من خودم تیم ملی رو دوست دارم، هیچ علاقه خاصی به یک تیم خاصی ندارم ولی وقتی تیم ملی در برابر دیگر کشور رو بازی میکنه میشینم شیش دنگ و تشویق میکنم که تیم ملی ما برنده بشه. پس خیلی تشکر میکنیم. خب آقای مهدیان اگر شما موافقت میفرمایید ما صحنه رو خالی بکنیم، شما رو با دوستان هنرمند تو تنها بذاریم و برنامه‌تون اجرا بکنیم، مجدداً برای خداحافظی ما بیاین در خدمت دوستان. موافق هستین؟ سپاسگزارم حتما. شما صحبت خواستید. فعلا به اتفاق شما از معذرتتون مرخص میشیم تا دقایق دیگر. هنرنامه جناب آقای مهدیان رو شاهد خواهید بود که واقعا من یکی از مریدان ایشون هستم از قدیم. موقعی که نوچاره نمیخوام بگم چه سالی ولی یکی از شیفتگان صدای آقای مهدیان هستم و باعث افتخار خودم میدونم که در این ابتدای سال 97 مانند سال 96 در کنارشون بودیم و تلمس کردیم و چیز یاد گرفتیم. سپاسگزارم. قربون شما. فعلا تا چند دقیقه بفرمایید.
با درود مجدد به شما عزیزانی که این برنامه رو میبینین، سال نو دوباره باید بگم بهتون مبارک. به خاطر دوستان عزیز رو میخوام معرفی کنم که از هنرمندان خیلی خوب، دوستای قدیمی من، هر کدوم در کار خودشون جزء اصحابی دامر هستن. از این طرف شروع میکنم، از ایران آقای مهداد حسینی پور، آقای فعاد عابدی، دوست خوبم آقای باقر امینی و برادر کوچیک آقای فعاد عابدی، حمید عابدی. واقعا من خوشحالم که امروز این جمع هستن، به من انرژی میدن برای خوندن، چون سالها با هم دیگه کار کردیم، نکته به نکته ناهنگو فابریک به قول کارخونه میزنن. قربون همتون برم، آهنگ اول تقدیم میکنم برگو تا بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. قربون همتون برم.
عزیزان آهنگو شنیدین، امیدوارم که مورد اقبالتون قرار گرفته باشه. آهنگ دوم براتون اجرا میکنم، گل مریم، چون واقعا نمیدونم این آهنگ چطور هستش که هر کجا برنامه دارم میرم رو صحنه، اولین آهنگی که میخوان دوستان گل مریمه. خوشحالم بعضی که من اجرا کردم، یکی از زیباترین صدای رادیو خانم گیتی خوندن. بله، حال گل مریم اجرا میکنم چون دقیقا شما با صدای قشنگ خانم گیتی گل مریم شنیدیم. مرسی عزیزم. امید که امسال سال بسیار بسیار شادی براتون باشه، دور از همه جور غم.
با این آرزو آهنگ شاد سرمبرش براتون میخونم و از هنرمند عزیزی که سالها با هم دوست بودیم با هم کار میکردیم از منصور عزیز براتون ببرمیم. بهار آمد، بهار مشکبار آمد، نگار آمد، نگار گلعذار آمد، دیگر باره سر مستان زمستی در سجود آمد، مگر اون مطرب دلها ز پرده در فرود آمد. مرسی عزیزان. خوشحالم که عید و با عزیزان مهمان شبونه شما هست.
با تشکر از همه هنرمندانی که برای شما هنرنمایی کردن در این ابتدای سال 97، به ویژه جناب ایرج مهدیان که با صدای خودش ما رو به خاطرات گذشته، امیدواریم که همچنان سایشون پایدار باشه، دمشون گرم باشه، و همچنین نوازندگان محترمی که در کنار جناب مهدیان هنرنمایی کردن. شما آقای مهدیان شعر رو خوندید و اجازه میخوام که منم با دو بیت شعر در این ابتدای سال 97 با بینندگان عزیز خداحافظی بکنیم و همه اونها رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم. یا مقلب، قلب من در دست توست، یا محبب، حال من سرمست توست. کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب من شود همچون بهار. یا مقلب، قلب او را شاد کن، یا مدبر، خانهش آباد کن. یا محبب، احسن الحالش نما، یا محبب، احسن الحالش نما، از بدیها فارغ الحالش نما. قربون شما برم، تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. قطره باران آرزو دارم بمیرم.